روز 28 آذر آخوند عرافی مدیر حوزه های آخوندی اعلام کرد که حوزه ها به مدت یک هفته برای جهاد تبیین تعطیل خواهد شد. اما سوال اینه که منظور از جهاد تبیین چیه؟ چه اهدافی داره و آیا رژیم میتونه به این اهداف خودش برسه؟ در اینجا همراه هستیم با آقای محمد مسعودی تا به این موضوع بپردازیم. سلام میکنیم به شما و خوش اومدید به این بخش از گفتگوی برنامه ما. با سلام به شما و با درود به قیام آفرینان، به دختران و پسرانی که شورش میکنند بر این نظم موجود، با درود به کانونهای شورشی که واقعا برای زیارتشون دلامون پر میکشه، و با درود به شهیدان قیام و مشخصا دوست دارم درود بفرستم به دو قهرمان محسن شکاری و مجید رضا نهنورد که نامشان تا جاودان در تاریخ آزادی ایران حک شده و باقی است. بله، در خدمت هم بفرمایید. بله، روز 28 آذر ماه آخوند عرافی مدیر حوزه‌های آخوندی از یک هفته تعطیلی حوزه به منظور گسیل طلبه‌های حکومتی به شهرها و مدارس برای اون چیزی که از اون تحت عنوان ضرورت جهاد تبیین یاد می‌کرد خبر داد. حالا سوال اینه که این جهاد تبیین چیه و ضرورتی که اون داره ازش یاد می‌کنه چی هست؟ واقعا هم سوال همینه، یعنی چی شده؟ یعنی 43 سال 44 سال بر این مملکت حاکم هستید، چی شده تو این سه ماه اخیر جهاد تبیین یادتون اومده؟ تمام مطبوعات، همه بلندگوها، همه چی دست شما بوده. در این 40 سال مگه چیز ناگفته باقی مونده؟ میخوام اینو بگم که اصلا موضوع جهاد تبیین رو وقتی بهش نگاه میکنیم به این معنی است که یک سری ابهامات، دست کم یک ابهام یا ابهاماتی ایجاد شده. خب آدم این سوال براش پیش میاد که چه ابهامی ایجاد شده، برای چه کسانی ایجاد شده و این ابهام ناشی از چه چیزه، چه پارامتری جدیدی وارد شده؟ چون نگاه میکنیم حاکمیت که همونه، مردم هم که همونن، کسی که از بیرون که نیومده داخل مملکت. پس این سه تا سوال رو من به نظرم خیلی خوبه که بهش پاسخ بدیم. اول اصلا خود این جهاد تبیین مخاطبش کیان، سوژه کیه؟ ببینید، سوالی که ایجاد شده، اون ابهامی که در ازش صحبت میکنیم و تحت عنوان جهاد تبیین میخوان برن درمونش کنن، اینی که آیا رژیم واقعا توان سرکوب داره؟ آیا میتونه جون سالم به در ببره از این قیامی که به طور معجزه آسایی خودش رو تضمین کرده، تداوم داده و هر روز داره بالنده تر میشه؟ امروز ما در روز 98 این قیام هستیم، قیامی که مرزهای جسارت و شجاعت و جانفشانی رو جابجا کرده. آیا رژیم میتونه با این قیام در بیفته؟ آیا 1% احتمال داره جون سالم به در ببره؟ آیا سلطنت خامنه ای توان تضمین بقای خودشو داره؟ ببخشید، فکر کنم که ما در روز 99 قیام هستیم. بله 99، بازم من از قیام عقب افتادم. بله معذرت میخوام. ببینید، سوال الان اینه که رژیم میتونه یا نمیتونه. این سوال برای کی ایجاد شده حالا؟ الان این سوال مشخصا و دقیقا همین سوال در درون رژیم، در بدنه رژیم، در میان بدنه رژیم، در طبقات، در لایه میانی و حتی لایه های بالایی رژیم ایجاد شده و مستمرن داره گسترش و رشد پیدا میکنه، که بالاخره این صحنه تهش چه خواهد شد؟ حس بی آیندگی، حس بی پشتوانگی، حس بی وزنی. حالا خامنه ای که الان مشخصا داره این حرفا رو میزنه، الان چندین بار از خود خامنه ای شنیدیم، عرافی اومده گفته، سران دیگه شون میان میگن، مستمرا ما داریم میشنویم این کلمه، این کد جهاد تبیین شده ورد زبون اینا. خب این چیست؟ خامنه ای میخواد با گسیل یه مشت طلبه و آخوند به این ور اون ور بیاد وانمود به اون بسیجی ها، به اون نیروی سرکوبگر. دارم تاکید میکنم، ببینید سوژه این بحث بدنه رژیم، مردم نیستن. مردم عبور کردن از این، تمام شد.
یعنی داره میخواد روحیه بده به در واقع. میخواد روحیه بده. ببین، میخواد بهشون میگه ببین نظام اسلامی، نظام اسلام که چه ارز کنه، این جمهوری پابگور اسلامی هنوز قدرت داره، هنوز هست، میتونه بمونه. سلاح و زمین نذارین، شلاق و زمین نذارین، راهتون رو جدا نکنین. پس حالا شما تصور بکنین یه طیفی رو میخوان بفرستن تو این مملکت، برن بقیه رو اینطوری گفتار درمانی کنن. کیو؟ همونایی که بابا صبح تا شب دارن تو خیابون میبینن، قیام رو دارن با تمام هیکلش، با تمام عظمتش میبینن. ببین اگه شما یه دقتی بکنید به این اظهارات سران سپاه تو 3 ماه گذشته، همش همین حرفو دارن میزنن. یعنی میگن که ببین اتفاقی نیفتاده، قیام که تموم شد، ما بر اوضاع مسلطیم، کنترل داریم، چیزی نبود، توان سرکوب داریم و فلان. یه نگاه بکنید مثلا خاکپور رئیس نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان همین رو گفت. آخوند طائب سرکرده سابق اطلاعات سپاه در جمعی از همین بسیجی ها و ریزشی ها همین رو تأکید کرد. علم الهدا که یکم پاشو فراتر گذاشت، ایراد گرفت، گله کرد. جمعه هفته پیش یه بسیجی ها و وارفته که جلوش بودن که آقا چرا تکون نمیخورید؟ چرا در برابر اختشاش واکنش ندارید؟ حالا که هیچ نمی کنید، لااقل در خونه با همون موبایل جهاد تبیین کنید. یعنی فلاکت رژیم به این نقطه رسیده که بابا اون که خب هیچ کار نمی کنه، خودش اولین سوژه و در لیست به اصطلاح اورژانس همین جهاد تبیین شماست. میگه با موبایل تو برو جهاد تبیین کن. حالا چیکار میخواد بکنه؟ آنلاین بماند. ورژن جدید جهاد تبیینه. دیگه خیلی دور نریم، همین 29 آذر فکر میکنم سیما هم پخش کرد صحبت‌های قاآنی. مثلا این جانشین پاسدار سلیمانی، همون سردار کودک کشه، شما بدین که مثلا این یک وزنه‌ای باید باشه در رژیم. نمیدونم دیدید قیافش و اون حرفاش رو یا نه. من که به عنوان بیننده واقعا برام سوال شد که این اومده روحیه بده یا اومده زیر پای رژیم رو خالی کنه. چنان به خودش میپیچید، چنان نفس نفس میزد که انگار همین از تو قیام در رفته که مثلا یه وقت گیر این جوانا نیفته. چنان به خودش میپیچید، پشت تریبون داره خودشو پاره میکنه. آخه چی شده؟ شما که مسلطید، قیام هم که تموم شده، مقاومت سازمان یافتم که میگید بابا اینا عددی نیستن، تاریخشون گذشته، سن و سالشون زیاده. خب تو چرا خودتو پاره میکنی پشت تریبون؟ حداقل مرد حسابی تو رو گوشتن روحیه بده، خودتو کنترل کن. از اون ادا اطفالش که بماند، بعد اصلا از همه کادر، اصلا تو کاراکتر خلص لومپمپاسری خودش واضح شد. نمیدونم دیدید یا نه، چند بار فحش داد، تهدید کرد. که چی شده؟ یعنی چه چیزی عوض شده؟ از اینجا میرسیم به سوال سوم. پس ما اول گفتیم سوژه این بحث کیان؟ درون رژیم، بدنه رژیم، مقامات رژیم، از بالا تا پایین رژیم. موضوع این بحث چیه؟ آیا رژیم آینده داره یا نداره؟ میتونه عبور کنه از این بحران انقلابی یا نه؟ یا تمومه؟ روزهای ولایت به شمار افتاده. بسیاری در درون رژیم، تأکید دارم، بسیاری در درون رژیم به این نتیجه گیری نزدیک شدن که از این یکی جون سالم به در نمیان. برای همین از الان شروع کردن راه خودشون رو جدا کردن. نکته آخر، خب چه پدیده نوعی است تو این داستان؟ ببینید از در این 3 ماه، در این 99 روز یک پدیده‌ای خلق شده، یک پارامتری وارد صحنه شده که اصلا کنفیکون کرده، اینا رو گیج کرده. چیکار کنن؟ به تمام ترفندهای قبلیشون بی‌پاسخه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. الان جهاد تبیین کلمات شیک و پیک رو بذاریم که میگه بابا ولو شدن دارن می‌ریزن. ببین بگیرین جلو، جلوی ریزش این پاسدار بسیجی‌ها رو که مثل برگ خزون دارن می‌ریزن بگیرید. جلو فروپاشی سیستم رو بگیرید، بهشون بگید که با ما هستیم، شما هم بمونید. الان فرض کنید یه جوانی متولد شد، آیا میشه تصور کرد که این به حالت جنینی برگرده؟ مطلق. یک پدیده‌ای در این قیام خلق شده و با استمرار خودش رو تضمین کرده که هیچ راهی به جز پیشرفت و بلوغ در جلوش نیست. و عجبا که در این 99 روز به زیباترین صورت
یعنی با مرزبندی های دقیقی که شد که من واقعا خودم بارها مثلا تحسین کردم که چقدر در این، شما اولش گفتین در شعارها چقدر خوب چپ و راست داره بستن این جوان ها، چقدر هوشیار، آدم افتخار میکنه. ببین راه رو بر هر نوع، یعنی من میخوام بگم اصلا واکسینه کردن این قیامو، در سرکوب مطلق 99 روز ملت ریختن تو خیابون، مرزهای جانفشانی جابجا شده، مرزهای فداکاری همدلی جابجا شده. خب این صحنه است که رژیم باش مواجهه، چیکار میتونه بکنه؟ دیگه سرکوب نمیتونن بکنن، دستشون نمیره، چون از گام بعدیش میترسن. حالا میخواد با جهاد تبیین مدل آنلاین و مدل مستقیم فیس تو فیسش بره، ببینیم چیکار میتونه بکنه. بله، من میخوام خلاصه کنم، جهاد تبیین هر جا شنیدید، یا به قول خودشون جهاد تبیین هر جا شنیدید، کد مشخص ریزش و وارفتگی نیروهای رژیم از بالا تا پایین. بله، با تشکر از توضیحاتی که دادید. حالا سال بعدی که پیش میاد اینه که خب بالاخره ما داریم میبینیم که همونطور که شما هم فاکتا و نمونه هاشو گفتید، رژیم داره یه بسیجی میده و همونطور که آخون عرافی هم گفته، رژیم در واقع در یک شرط ویژه‌ای قرار داده. ولی حالا سوال اینه که آیا میتونه با این اقدامات به هدف خودش برسه، یا مثلا اون نفرتی که علیه رژیم هست رو در جامعه کاهش بده یا نه؟ نفرت که البته نمیتونه، نفرت که البته نمیتونه، این نفرت روز افسونه، ساعت به ساعت داره زیاد میشه. شما تصور کن الان آتیش کشیدن به ریش موزم لهو، پاره کردن عکس خامنه ای، خمینی سردار کودک کش، به علاوه کوکتل انداختن به مراکز سپاه و بسیج و حوزه ها، اینا شده تفریح سالم این جوانای مملکت. ببینید مطلق گذشت، به گذشته از قیام، به دوران قبل از قیام برنمیگردیم. این نفرت مردم که اصلا این نیست. من این نتیجه رو میخوام بگیرم، ببینید در این قیام مؤلفه جدیدی از قدرت و همبستگی مردم ایران خلق شده، شکل گرفته، که در تعادل قوای واقعی در کف خیابون داره حرف میزنه. این رو با هیچ نوع از جهاد تبیین نمیشه دعوا درمونش کرد. چیکار میخوایم بکنیم؟ چی میخوایم بگین؟ برن ساعتها روزه بخونن که آی رژیم هست، ما میتونیم، ما فلانیم. خب بابا داره میبینه تو خیابون، داره وضعیت بسیجی ها رو میبینه، عکس خامنه ای و سلیمانی رو میبینه، آتش کشیدن رو، این شعارها رو داره میشنوه. بابا داره این قیام رو میبینه، این قیام با این بدنه تنومندش 99 روز هیچ کی باورش نمیشد. پدر این رژیم رو در آورده. واقعا من سفارش میکنم یک بار دیگه بیننده عزیز سیما برن صحبت های قانونی ها، اصلا به صحبت هاشون فقط نگاش کنین اینو. من یه ببخشید اینجا پرانتز هم کنم، یه توصیه هم به خامنه ای دارم، واقعا این قانونی رو دریاب، واقعا دریاب، داره میره این دریا به تا نرفته، نمیدونم کجا میخواد، چون جایی هم که ندارن. پس صحبت همینه. برگردم به موضوع اصلی، ببینید نفرتی که کم نمیشه، اصلا سوژه جهاد تبیینم مردم نیستن، رژیمیان میخوان آقا این رژیم، بدنه رژیم، نیروی رژیم نریزه، و اینم ممکن نیست. چشم باز کردن الان در این قیام، در این 99 روز کم کم چشم های این جماعت باز شد که بابا دوران جمهوری اسلامی گذشته. جمهوری اسلامی دارم تو پرانتز میگم، تو گیومه میگم، چون نه جمهوری بود نه اسلامی، دوران سلطنت مطلقه خامنه ای گذشته، تمام جامعه از اینها عبور کرده. جامعه عبور کرده یعنی چی؟ ببینید در یک کلام میخوام خیلی خلاصه بگم، تمام این 44 سال یک پرانتزی بود در مبارزات 120 ساله مردم ایران. رسیدن خمینی و خامنه ای و این جماعت به تاج و تخت در ایران بعد از اون شاه ملعون یک پرانتزی بود. اینا محصول و زائیده دو خطان، دو خیانتن. یکی، و به خاطر همینم تشکر ابدی بدهکارن، یکی به اپورتونیست های چپ نما که زمان ظهور برای اینا ایجاد کردن، چون آخون جماعت مطلق در ایران به حاکمیت نمیرسید. کسی کتمان نمیکنه، ما مبارزه فرهنگی در پیش داشتیم، همچنان که محمد آقا حنیف گفته بود، قبلا همون زمان گفته بود، گفته بود ما اگه پیروز هم بشیم دست کم 20 سال مبارزه فرهنگی نیاز داریم. مبارزه فرهنگی بود، ولی تاج و تخت خامنه ای نتیجه دو تا خیانت و خطا است. یکی اپورتونیست های چپ نما در سال 54، یکی هم محمد رضا شاه
همونی که مقدمات سلطنت اینا رو فراهم کرد، ولی عهد واقعیش همینا هستن. در نتیجه میخوام اینو بگم، جامعه از این رژیم عبور کرده، به هزار و یک زبان داره همین رو میگه، بازگشتی به عقب متصور نیست. خلاصه کنم و تاکید کنم، از نظر من جهاد تبیین و ضرورت جهاد تبیین و هر اسم دیگه‌ای که از الان براش در بیارن، کد وارفتگی و ریزش عمودی در رژیم جمهوری یا سلطنت پابگور خامنه ایست و فرض کنید که من این هم فقط بحث پایین دستگاه نیست، من تاکید دارم از بالا تا پایین، تاکید دارم از بالا تا پایین و زیر این از بالا تا پایینش رو خط میکشم. ببخشید که طولانی شد ولی واقعا خیلی دوست داشتم یکمی. خیلی ممنون از توضیحاتتون و شرکتتون در این گفتگو. متشکرم از فرصتی دادید.